أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يرقب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آیه 130 از سوره بقره رو تلاوت کرد. در این آیه شریفه آیات قبل آیاتی بود در شأن و فضائل و مناقب حضرت ابراهیم. حالا می فرماید که هر کس یرقب عن ملت ابراهیم، هر کس روی گرداند، رقب الیه یعنی توجه کند، رقب ان یعنی روی گرداندن، پشت کردن. میگه هر کس به ملت، ملت به معنای آیین و کیش دین، میگه هر کس پشت بکند، روی برگرداند از دین و آیین حضرت ابراهیم، کسی این کار را انجام نمیدهد. دین ابراهیم چیست؟ توحید، یکتاپرستی، اسلام به معنا تسلیم بودن در مقابل پروردگار. عبادت های حضرت ابراهیم هم همین نماز و روزه و ایناییست که شما دارید. کیش ابراهیم خلیل، دین ابراهیم خلیل تماما در آیین و دین فرزند ابراهیم خلیل یعنی پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تماما در همین آیین آمده است، با اضافاتی. یعنی در دین پیامبر ما که از نوادگان حضرت ابراهیم است، تمام دین ابراهیم هست با یه زیادتی، با یه اضافه ای تازه. بنابراین می فرماید هر کس روی گردان بشد از آیین ابراهیم، کسی که روی گردان از آیین ابراهیم بشود، الا من سفح نفسه، مگر این که آدم چه باشه؟ مگر این که آدم سفیه و نابخردی باشد، یعنی عقل درست حسابی نداشته باشد. کسی که عقل درست حسابی نداشته باشه سفیهش میگید. در قرآن کریم می فرماید لا تؤتوا السفهاء اموالهم، به آدمای سفیه مالشون رو ندید، مال خودش رو بهش ندید. سفیه یعنی اون که نمیدونه پولش رو چیکار کنه. یعنی شما یک تراول 100,000 تومانی با یک اسکلاس 100 دلاری با یک بفرمایید 1,000 تومانی پیش این یکیه، نمیفهمه فرق اینا چی چیه. و پول بهش بدید میره تو بازار
جنس میارد، جنسی که آورده معادل پولی که بهش دادید نیست. یعنی 100,000 تومان رفته مقابلش 10,000 تومان جنس آورده و میگه 100 تومان تموم شد. توجه کردید؟ اینا سفیه هست. قرآن میگه این سفیه اموال خودش هم نباید بدی دستش، باید اونی که ولیشه، بزرگترشه، اموالشو در اختیار بگیره تا این اموالشو از بین نبرد. این حق تصرف در اموال خودش هم نداره. سفیه پس یعنی همچه آدمی، نادان، بیخرد، ندانم کار. میگه اگر کسی از آیین ابراهیم برگرده، کسی بر نمیگرده، روی نمیگردانه، پشت نمیکنه، مگر آدم بیخردی باشه، سفیهی باشه، نادون باشه. چرا؟ به خاطر اینکه آیین ابراهیم خلیل ببینیم چیا توشه. اولش توحیده، یعنی اعتقاد به خدای احد واحد یگانه. این پایه دین ابراهیم توحید. حضرت ابراهیم رو میگن پدر توحید. کلمه تو توحید چیست؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. این حرف حضرت ابراهیم بوده. هیچ الهه، هیچ معبودی، هیچ خدایی، هیچ خالقی، هیچ رازقی، هیچ پروردگاری نیست مگر الله، خدای یگانه. خب این پدر توحید حضرت ابراهیم، دعوتش به توحیده. او داستان بت شکنیش، او داستان این که رفت پیش خورشید پرستا، ماه پرستا، ستاره پرستا، با همه اینا مدتی نشست، بعد گفت من خدایی رو که افول می کند، غروب می کند، پنهان می شد، از بین می رد، من خدای اینجوری رو نمی خوام، دوست ندارم، این نمی تونه خدا باشد. توجه فرمود. و اینا همه دعوت به توحید. دعوت دیگر ابراهیم چیست؟ دعوت به نبوت. چون تقریبا بقیه پیامبران بعد حضرت ابراهیم همه از فرزندان و نسل ابراهیم هم. دوتا پسر دارن، اسماعیل و اسحاق، هر دو پیغمبر خدا هستن. نواده‌ای دارد، فرزند کی؟ اسحاق، یعقوب. یعقوب پیغمبر خداست. باز فرزندان یعقوب پیغمبر خدا هستند، یوسف و غیره. و الانم در شهر الخلیل مقبره ابراهیم و زنش و اسحاق، اون زنش ساره، نه هاجر، چون هاجر مکه کنار اسماعیل، بچهش خاکه تو کجا؟ مکه، تو هجر، تو هجر اسماعیل. و مادر و پسر کنار هم اونجا در هجر اسماعیل خاکن. اصلا هجرم که بشه هجر اسماعیل میگن، چون قبر اسماعیل اونجاست و چون وقتی مادرش هاجر مرد اونجا خاکش کرد، یه سنگ گذاشت بالا سر قبر مادرش که اینایی که طواف حول خانه خدا میکنن رو قبر مادرش نرند. بعد کم کم این سنگ قبر خودش آمد، قبر دیگرانی هم از پیامبران خدا. تو روایت میگه 70 پیغمبر خدا اونجا خاکن تو هجر اسماعیل. اینا کم کم این دایره وسیع شد، شد هجر اسماعیل. و تو طواف شما داخل در هجر نباید برید، اگر رفتی طوافت باد. قبر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و زن
ابراهیم، ساره، اینا همه تو الخلیل یه مسجد هست به نام مسجد ابراهیم. در اون مسجد ابراهیم گوشه گوشه یه مسجد قبر اینا قرار داره، توجه می‌فرمایید؟ و که الان میشه تو کجا؟ الان میشه تو اسرائیل، توجه می‌فرمایید؟ فلسطین اشغالی است الان، اونجا مقبره حضرت ابراهیم. دعوت به توحید، دعوت به نبوت، دعوت به معاد، اون یادتون نرفته که تو همین سوره بقره است آیات 259 و 260 میگه ابراهیم به خدا گفت خدایا این مرده رو چه جوری زنده میکنی؟ خدا بهش گفت ابراهیم مگه تو قبول نداری؟ گفت چرا؟ قبول دارم، اما میخوام ببینم چه جوری زندشون میکنی. وقت گفت برو و چهار تا چی؟ پرنده رو بردار و سر اینا رو ببرو، اینا رو چه کن؟ مخلوط به هم بکن و بگذار وسط و بالا سر هر تپه ای برو وایسا، سر یکی از اینا رو بگی دستت صداشون بزن، ببین که خدا زنده می کند اون پرنده ای که تو سرش دستت گرفتی، میاد می چسبت به سرش. مرده ها رو من ابراهیم اینجوری زنده می کند. پس دعوت ابراهیم به معاد، توجه فرمودید؟ اینم چی؟ اینم یه دعوت هست، توحید، نبوت، معاد. خب اصول دعوت انبیا همین است، توحید و نبوت و معاد، توجه فرمودید؟ و بعد چه؟ و بعد حج خانه خدا، چون حج از زمان ابراهیم و خفت ابراهیم، ابراهیم خانه کعبه رو بنیاد گذاشت، تجدید و بنا کرد، دعوت به حج کرد و عبادت همینجور نماز، روزه و بقیه عبادات. بنابراین اینی که میگن که آقا بله روزگار ما مد شده، میگن که ما دین چه نمیخواهیم؟ دین عرب نمیخواهیم، ما دین خودمون دین فارس آریایی میخواهیم. اشکال نداره شما دین آریایی بخواهید، اما فراموش نکنید که جناب پاپ در واتیکان و تمام چی اروپا و آقای ترامپ در آمریکا و تمام آمریکا و اینا بیشترین جمعیت دنیا در اروپا و آمریکا آیین چه دارن؟ مسیحیت دارن. و پیامبر مسیحیت محل تولدش کجاست؟ بیت لحم فلسطین. یه حرفایی میزنن بعضی و یه چیزایی میگن که اصلا به هیچ. و جناب عیسی مسیح ناصری است، عیسی ناصری اهل کجا بوده است؟ شهر ناصره. شهر ناصره الان باز تو فلسطین، نه همه تو اسرائیل الان، چون فلسطین و اسرائیل گرفته است دیگه. الان نه همه ناصره و بیت لحم و کلیسای مهد و اون جایی که به دنیا آمده است عیسی، اینا مال فلسطین هست. فلسطینی ها نجاتشون چیست؟ عرب هم میدون، بله نجات سامی هستن، بله، لیکن الان اینا عرب این، ولی اروپا و آمریکا پیرو این آیین هست و بیشترین جمعیت از حیث تعداد اول آیین مسیحیت بیشترین جمعیت دنیا رو داره، دومین دین میشه اسلام، توجه فرموده؟ اون وقت این چهار تا، بله معذرت میخوام خادم نمیدوند چی بگرد، ما پیغمبر عرب نمیخواد، فکر کند پیغمبری با نژاده، نژاد پرستی که نیست که، پیغمبر آیین داره، حرف داره، توجه میکنی؟
از طرف خدا حرف برده، نجاتش میخواد عرب باشد، میخواد عجم باشد، میخواد سامی باشد، میخواد هر نجاتی که داشته باشد. پیغمبر خداست، از طرف خدا حرف آورده است. قصه قصه نجات پرستی نیست که من این نجات رو نمیخوام، این نجات رو میخوام. توجه میفرمایید؟ این حرفا تو کار نیست. بعد میگه این آیین مال 1400 سال پیشه. خب بنده خدایی که تو میگی آیین آریایی میخوام، خب اون آیینی که تو دنبالشی زرتوش در بعض از نقلهاش، البته اصلا تولدش معلوم نیست کی باشه، ولی تا 3000 سال قبل از اسلام هم گفتن. یعنی 3000 سال قبل از تولد پیغمبر ما تولد کیو گفتن؟ زرتشتو گفتن. و از زرتشت جز افسانه ای هیچی باقی نمونده، هیچی باقی نمونده. زرتشت چون اگرم وجود داشته باشد چیزی به نام زرتشت، بسیار کهن است، مال بیش از 5000 سال 6000 سال پیشه اگه باشد. خب طبیعی است در طی این هزاران سال اصلا چیزی از آیینش باقی نمونده، از کتابش باقی نمونده. تعجب. و اینا میخوان برن پیروی اون بشن. برای چی چی؟ ما پیغمبر آریایی میگن هر کس از کیش و آیین ابراهیم برگرده این سفیه نادونه. خب یه عده دیگه امرو میگن آقا ما اصلا زرتشت هم نمیخوایم، ما اصلا دین نمیخوایم. این حرفا قدیمیه، ولش کن. خیلی خوب، یه روزی اونایی که میخواستن دیدین بشن میگفتن بهشون بابی، بهایی و بابی و ایدام. حالا خود بیدینی یه دینه، یعنی میگه من نه خدا قبول دارم، نه پیغمبر قبول دارم، نه آیینی قبول دارم، نه هیچی قبول دارم. قبول نداری که لا دست بابات که قبول نداشته باش. توجه میکنی؟ کسی هم زورت نکرده که قبول داشته باش. خب اما کسی که از آیین ابراهیم خلیل که به صورت کامل شده گفتیم در شریعت مقدسه پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله روی باشد، قرآن کریم میگه این سفیه عقلش کمه. چرا آقا؟ چون مطابقه با فکرت. اولا دین و شریعت آسون، ما تو دین خودمون چیز سختی نداریم. یه درکت نماز باید بخونی، یه روزه ماه رمضونه، یه حج یه بار تو عمرت واجبه، اونم اگه مستطیع باشی، هیچ چیز سختی نیست. خانم باید یه چادر سرش بکنن، تعجب می‌فرمایی؟ آقا باید توی مواردی باید، بله، مال مردم نباید بخوری، ظلم نباید بکنی، تعرض به نمامیز اموال مردم نباید. اینا که مطابق عقله، اینا که مشکلی نداره. ما هیچ حکم عقلی تو دینمون نداریم، دقت میکنیم؟ هیچ، مطابق با فطرت و مطابق با عقل. میگه اگه مطابق با عقله، چرا یه اعتراضایی، بله بعضیم، چرا دخترها رو نصف ارث پسر بهشون میدن؟ بابا ارث باید یه جا بسته میشون. حالا شما میخوایی به دختر مساوی بدی که جلو رو گرفت بدی، برو بدی نصف سهم الارث، چا قبل مردن به نامش بزن، نصف دیگه هم بعد مردن بهش میرسد، تموم شد، شد مساوی. برو خودت بده، تا زندهی برو بده، کی جلو رو گرفت؟ میگه چرا مردا میتونن 4 تا زن بگیرن، زنا میتونن 4 تا شوهر کنن؟ ای خاک بر سر اون مردی که 4 تا زن بگیره. اصلا اون دیگه دیوانه است، غیر این است. آدم عاقل یکیش هم نمیگیره.
وقتی بابا رفته چهار تاشو گرفته، حواستون هست این دیگه کجا باید ببرنش؟ یه جوک در آوردن میگفت بله، یکی مرد، خدا گفت ببرینش بعد مردنش تو طویله، فرشته اومدن که خدای چرا اینو حب کردی و این حالا مزاحه، چرا گفتی اینو ببرین طویله؟ واقعا اینقدر خر بود با عرض معذرت که این وقتی زنش مرد میخواست بره یه زن دیگه بگیره، این به درد طویله میخوره، باید ببرینش توی طویله. حالا در شریعت باز گذاشته شده بعد، اما کدوم آدم عاقلی است که میاد بره چهار؟ اونم با این شرایط امروز اقتصادی یا این اوضاع و بعد این تشکیلاتی که خودتون خبر دارید. بنابراین حالا اگه یه خانمی، من یه وقت اینو گفتم یه جای، بله اگه یه خانمی حالا دلش شوهرای متعدد میخواد، خیلی حالا چه اشکالی دارن؟ حالش اینجوریه؟ کی گفت از زنی که چند تا شوهرای رنگ به رنگ میخواد خب ازدواج دائم نکنه، بره ازدواج موقت بکنه، 6 ماه با این باشه، این که تموم شد 6 ماه بره بشین یکی دیگه، یه سال بره بشین یکی دیگه، یعنی حتی اینه مگه میخواد اینجور زندگی بکنه؟ به صورت مشروع میتونه زندگی بکنه، بعضی ها نمیتونن با یکی زندگی کنن، بره با 10 تا با 10 بار ازدواج دائم طلاق میخواد، برای اینکه طلاق هم نخواد موقتش کند که خیالش هم راحت باشه. یه خانم دختری آمده بود من عقد سومشو بخونم، 2 تا شوهر کرده بود، آقای دکتر شوهر سومش بود، اومده بود ما عقد بخونیم، گفتم خانم بهتره که من یه وکالت طلاق برای شما بگیرم از این شوهر دو عقد دائم، گفت باشه، با شوهرم اول گفت نه، بعد بهش گفتم آخه اینجور که من میبینم شما هر 2-3 سال یه بار میزنی فلان شوهرامو از خونه میندازیشون بیرون و طلاق میگیری، میخوای بری یه شوهر دیگه بکنی، و بذار ما همین حالا یه وکالت طلاق برات بگیریم که اینم هر وقت نخواستی میخوای بندازیش از چون خونه و زندگی اینا مال دختره بود، خیلی خود هر وقت خواستی بندازیش بیرون خودت وکیل باشی از طرف او، خودت چکار کنی؟ طلاق بدی و بزنی در بله شوهره، بگوی برو به سلامت دیگه تو رو نمیخوام. گفت خیلی خوب است این وکالت رو برام بگیری. حالا یکی شوهر متعدد میخواد و اینجوری میتونی، یعنی ما در دین و شریعت هیچ چیز خلاف عقل و مطلبی که هیچ راهی نداشته باشد برش نداریم. ناصرالدین شاه قاجار میگن 2 تا زن داشت، بله اون شاه بود دیگه، شاه حرم سرا داره، این 2 تا خواهر بودن، 2 تا خواهر که نمیشه با هم گره، درسته؟ این 6 ماه این خواهر رو عقد میکرد، عقد موقت 6 ماه با این خواهر بود، این مدتش تمام میشد، عدهشو نگه میداشت میرفت، او یه خواهر رو 6 ماه عقد میکرد، دوباره او تمام میشد، عدهش تمام میشد، جمع بین 2 تا خواهر نمیشد کرد، مدتی اینو داشته باشی بعد بری اونو بگیری که اشکالی ندارد، جمع لذا قدیما بله زنا خوب بودن، فوت میکردن وقتی یک داماد خوبی برای یه خانواده میامد، زن بهش میدادن میمرد زنش، خواهر رو میدادن به کی؟ جا خواهر، درسته؟ خواهر زنش را که تو خونه بود میدادن به او داماد به جا خواهر مرده، چرا؟ که این بچه های خواهر قبلیه زیر دست چی نرن؟ نامادری نرن. عکسش هم بود، هنوزم تو بعض کشورها مثل افغانستان و اینا هست، اگر برادری میمرد، برادر کوچکتر یا حتی بزرگتر میامد زن برادر مرده خودشو میگرفت تا چی بشه؟ تا این بچه های برادر
زیر دست کی نرن؟ ناپدری نرن. یه همچین رسوماتی بعضی جا بوده است. قرض این که آقا دین به این آسانی به این سادگی با این مطابق با عقل فطرت ما نداریم. دین ما خیلی آسانه سهله. بوستو لشریعت سمحت سهله. میگه آقا از نماز که مهمتر ما تو دینمون نداریم. اگه کسی یه رکعتشو ترک کنه عمدن کافر. میگه این نماز رو میتونی وایسی بخونی وایس. نمیتونی چی؟ نمیتونی نمیتونی داری غرق میشی. صلات غرقا. صلات غرقا بدل هر چی؟ هر رکعت یه تکبیر. یعنی اگه حالا رودخونه ما که الحمدلله آب نداره، اگه آب بیاد توش کسی داره غرق میشه نمازش نخونده بیاد بالا الله اکبر این یه رکعت میشه. الله چهار تا تکبیر نماز دورش تمومه. توجه میکنید دین شما به این آسانی به این سادگی وجود نداره. لذا اگر کسی چشم بپوشه روی بگردانه از این آیین که کامله همه چی داره، از قبل ولادت من و شما برنامه دارن تا بعد مردنمون. توجه میکنیم قبل این که ما به دنیا بیاییم به پدرمون میگه میخوای زن بگیری برو کیا بگیر، به مادرمون میگه میخوای شوهر کنی به چه کسی با چه مشخصاتی شوهر کن، دوران بارداری دو خانم چجوری بگذران. توجه میکنیم همینجور برنامه داره تا وقتی هم میمیریم میگه چجوری غسلش بدید، کفنش کنید، هنوزش کنید، نماز برش بخونید، چجوری دفنش کنید، اموال چجوری تقسیم بشه. توجه میکنید الان ما تقسیم ارث رو خدا کرده که چجوری ارث قسم بشه. کدوم آدم پولداری توی شهر شما مرده که بین ورثش چه نشده باشن؟ دعوا نشده باشن. در حالی که پیش پیش خدا چه کرده؟ خدا قسط کرده. خدا سهم الارث همه را چیکار کرده؟ معلوم کرده. دختر چقدر ببرد؟ پسر چقدر؟ زن چقدر؟ مادر چقدر؟ پدر چقدر؟ همه رو خدا تعیین کرده. خیلی خوب بازم که خدا تعیین کرده اینا سر ارث چیکار میکنن؟ دعوا میکنن. 30 سال یه وقت میبینید دو تا برادر سر ارث با هم دعواشونه میمیرن. نه این میخوره ارثا، نه این میخوره، نه اون. 30 سال با هم قهر بودن و دعواشون بود. حجو میکنید در حالی که خدا همه رو تقسیم کرد. ولی میخواد دعوا سر چی چیه؟ دعوا سر اینه که حرف خدا را میخواد قبول نکنه. یکیشون میخواد قبول نکنه. توجه میکنی؟ یکیشون میخواد حرف خدا را قبول نکنه. پسره میگه ما مال آقا منه، برد تو خونه این دو مادام فلان فلان شده. درسته؟ بابا خب پسر آقا دی خواهر دم چیه؟ دختر آقا دی اونم سهمون ارس خودشون بره. نه ده مالی آقا منه. مالی آقا تو بود، وقتی آقا مرد میشه مالی کی؟ مالی ورثه. مالی ورثه تو یکی از ورثه ای، تو این که پسری یکی از ورثه هستی. وقتی 5 تا خواهر داری اونا سهم الارث دارن. سهم الارث مادرت هست. اگه پدرت پدر و مادر داره اون پدر و مادر سهم الارث میبرن. هر کدوم یکی ششم ارث میبرن. یعنی یک ششم اموال میرسه به مادر مرده، یک ششم میرسد به کی؟ به پدر مرده، یه سومش اینجوری رفت. توجه میکنی؟ یه هشتم هم که مال زنشه.
الباقی بین پسر و دخترها، پسروار و دختروار تقسیم. در هر صورت میگه هر که از دین ابراهیم روی برگرداند مغزش مشکل داره، سفیه، نادان، نابخرد است. چرا؟ چون این شریعت هم آسونه، سمعه سهل است، هم مطابق با فطرت. مطابق با چی آقا؟ مطابق با فطرت. تبلیغات نگاه نکنید، الان بی بی سی و غیر بی بی سی و شبکه های وهابی و بهایی و اینا برای شما تبلیغ میکنه. در دین و شریعت مقدسه اسلام که به شما گفتم آیین ابراهیم توشه، توجه کردید؟ یعنی کسی گفت آیین ابراهیم چی چیه؟ بهش گفت همین اسلام. اونطور در شریعت پیامبر خاتم اضافاتی هست که در دین ابراهیم هم، و الا هر چه اونجا بود الان اینجا هست با اضافه. خیلی خوب، این شریعت ابراهیم مطابق با فطرت و عقل و خرد است. کودونه و مال هزار سال پیش اینا، آجا هزار سال پیش دختر و شوهر میدادن، حالا شوهر هزار سال پیش مرد چیکار میکردن؟ زن میستدن، حالا نیست. میگه عوض میشه، میگه امر فطری است. امر فطری که عوض نمیشه که. 5000 سال دیگه هم قصه زن و مرد و ازدواج همینه، فرقی نمی کند. توجه می کنید؟ 2-2 تا 4 تا 10000 سال پیش میشد 4 تا، حالا هم میشه 4. 10000 سال آینده هم میشه 4. چرا؟ چون اینا یا احکام عقل، حکم عقلی تغییر نمی کند، یا فطرت انسانی است. ببین فطرت آدم میگه آقا به کسی ظلم نکن، بلکه به دیگران چه کن؟ کمک کن، دستگیری کن. این فطری است. این دعوت دین که در دین آمده است، دعوت به فطرت انسانی است. فطرت آدمی زاده که عوض نمیشه. شما نگو آقا الان یه عده‌ای هستن مثل آب خوردن آدم میکشن. اونا آدم نیستن. ولی اگه آدم باشه یه مرغ هم بذارن جلوش بگن سرشو ببر، نمیتونه ببره. ببردم چی؟ نه حالا بلدم که باشد، نمیخوره. شما اینایی که تو خونه که مرغ و خروس دارن، حتی اگه سر مرغ و خروس رو بلد باشن ببرن، شما ببینید آیا بچه هاشون بفهمن این همون مرغ تو خونه است؟ ببین بچهش میخوره؟ خب سرش هم بریدن هیچ مشکلی هم نداره، مال خودشون هم هست، بچه نمیخورن. بگه همین مرغ خودم، اگه مرغ بیرون بگیرن میخوره دا، اما مرغی که خودشون تو خونه پرورش دادن و بزرگش کردن، بچه گشنگی میخورد، دستش نمیره طرف این مرغ بردارد بخورد. توجه میکنید؟ چرا؟ چون مرغ خودش پرورش داده. وقتی که خودش پرورش داد، دلش نمیاد که ازش استفاده کنه. در رضا دارد که حیوان خانگی که پرورش میدید، این خوردنش برای اهل خانه مکروه. بدید بگید چون اصلا دلت نمیاد بخوری. بعد امتحان کنید اونایی که مرغ و خروس دارن، میدونن من چی میگم. بچه ها نمیخورن. پدر و مادر، مگه پدر و مادر آیه میکنن؟ نفهمن سر مرغ رو بریده، بخوره وقتی تموم شد. و الا اگه بفهمن بچه ها نمیخورن. یعنی مطابق فطرت. هیچ کس ظلم به دیگران رو دوست نداره، خونریزی و قتل و ظلم و جنایت رو دوست نداره. اینا رو نبینید، اینا اصلا نمیشه آدم بهشون گفت.
انسان نمیشد گفت. کی جرأت دارد کاری بکند به دیگری که خون از دماغش بیاد؟ در شریعت مقدسه یکی از مهمترین چیزهایی که همه باید ازش پرهیز کنند چیه؟ دماغ. جان مؤمن محترم است، جان انسان محترم است، باید مواظب باشی به جان که انسانی رو تو از بین نبرد. اگه یه نفر توسط تو جانش از بین رفت، مثل این است که تمام انسانها رو کشته. من قتل نفسا که انما قتل الناس جمیعا. یه نفر دین قرآن بود خوندم، میگه یه نفر رو بکشی مثل که همه مردم رو کشتی. یه نفر حق نداری. انسان خونش، جانش محترمه، ناموسش محترمه، مالش محترم است، آبروش چه محترمه. هر نظر آبرو کسی رو ببری. الان تو مملکت ما اصلا چیزی که ارزش نداره آبرو. این آبرو رو میبرد، اون آبرو رو میبرد، اینا خلاف شرعه. آقا کسی حق نداره آبرو کسی رو ببره. هر کسی آبروش برای خودش محترمه، باید حفظ باشه. ما متاسفانه از همه چی قراغاتی شد، یعنی آبرو، مار، ناموس مردم، خون و دماغ و نفوس مردم، اینا احترام دارن. این دینی نیست. اینا حرفا بدیه؟ یکیش بده، شما میگید بده. کسی بگه آقا آدم نکش بده؟ کسی بگه آقا تعرض به نوامیس مردم نکن بده؟ بگن آبروی مردم رو تعرض بهش نکن، اموال مردم رو حق نداری تعرض بکنی، یه دینارشو باید جواب بدی، حق نداری برداری. و اگه این حرفا بده، شما بگید فطرت اینا رو قبول نداره، عقل اینا رو قبول نداره. پس ببینید چه درست میگه قرآن کریم: من رغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کسی که پشت کند، روی برگرداند از آیین ابراهیم، اون نمی کند کسی این کار را، مگر میزون نباشه عقلش، مگر نابخرد باشد، مگر سفیه باشد، مگر جاهل و نادان باشد. و الا آدم دانا و بخرد و عاقل رویگردان نیست از چنین آیینی. آیه رو نرسیدم تمام کنم، انشاءالله تتمش هفته دیگه خدمتتون عرض میکنیم. ایام ایام شادی اهل بیت است. و بله، بفرمایید که سرور فاطمه زهرا سلام الله علیها. من برای شما روزه نمیخونم، اما یک کلمه رو بهتون میگم. کلمه توحید یعنی لا اله الا الله. این کلمه توحید. اگر کسی لا اله رو نگه، الا الله، فایده نداره. یعنی میگه من خدا رو قبول دارم، بتم قبول دارم، گاوم قبول دارم، نمیدونم هر کیم هر چی میپرستد اونا رو قبول دارم، این توحید میشه؟ لا اله، همه معبودها رو نفی کردن الا الله و خدا رو اثبات کردن، این میشه توحید. ولایت هم چیز مثل کلمه توحید. ولایت هم یعنی این: لا خلیفت، لا وصیت، جانشین بعد از پیغمبر خدا بر حق برای پیغمبر خدا نیست الا چی؟ امیر المومنین علی مرتضی صلواتی.